بریم سراغ درس امروز درباره شاگردی صحبت کردیم اصلا مفهوم شاگردی چیه؟ اصول شاگردی چیه؟ هدف از شاگردی چیه؟ شاگرد در عتیق کی بود؟ خادم کی بود؟ در واقع غلام کی بود؟ در عهد جدید چی بود؟ مدرسه انبیا رو صحبت کردیم و در واقع یه جوری اصول در واقع شاگردی رو مطرح کردیم فرق بین خادم و غلام رو مطرح کردیم و مقایسه کردیم با عهد عتیق و با عهد جدید و این که در واقع مثل الان که به شما گفتم وقتی یه رابی یا یه معلم یهود در واقع یه اعتقادی رو داشت تمام شاگردان خودشون موظف میدودن که اون باور و اون تعلیم و اون اعتقاد رو یقین بیارن و دنبالش برن وقتی یه یا میگفت نخورید یا روزه بدارید بیشتری ایام زندگیشون روزه داری بود تمام شاگرداش به هر حال باید این اعتقاد و باور میکردن و با همه اینا معنی هم داشت این نبود که فقط روزه داری و این کار نفس بود اینا خیلی 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 جالبه اگر فرصت نیست الان میخوام راجع بهش صحبت کنم ولی اصلا چرا همچی اعتقادی یه دفعه یا همچی اعتقادی بود؟ چرا باید تو بیابان بود حالا اون که صدای ندا کننده در, در بیابان رو بماند جنبه سمبولیک چیه چرا بیابان خب چرا نباید میخوردن چرا شاگرداش این باور رو چی میفهمیدن وقتی میرفتن دنبالش که ما پرهیز کنیم از خوردن از مسکرات پرهیز کردن یعنی چی داشتن چی رو اعلام میکردن به چی میخواستن به پردازن این یه داستانی داره به امید خدا بخوایم توی عهد عتیق در آینده یه کلاسای میذارم ولی اینجا نه جداگونه اون موقع میتونم راجع به عتیق و فن تفسیر عهد و تفسیر عهد جداگونه میتونیم به همه اینها به هر بپردازیم چون که هنوز عهد عتیق بود زمانی که مسیح اومد حالا اما چیزی که خیلی مهم بود یا شاگردان مسیح وقتی اومدن مسیح یه اصول باوری رو داره ارائه میده ایتون باشه اینا یه شعار هم داشتن که مثلا شعار در واقع مسیح چی بود محبت شعار در واقع یحیی چی بود قدوسیت چون که توبه کلا رابطه به این داره و حالا تا اینجا داشته باشیم برای اینکه یه استاد برای یه استاد خیلی مهم بود برای یه رابی خیلی مهم بود که چقدر شاگرداش باور دارن اعتقادایی رو که داره میده چقدر داشت باور دارن و چقدر خودش رو قبول دارن و این اعتقادا رو باور دارن چون که معمولا زمان مسیح هم یا قبل از مسیح هم افرادی بودن که یه دفعه تحت هر شرایطی دنبال یه رابی را میافتادن چون که یه جاهای مادم بود دیگه زمان یونان هم همینطور بود تو اگر باید شاگرد یکی نبودی میگفتم بابا یارو بی کلاس اصلا یارو بی سواده. الان دیده دیگه خب تو به چی اعتقاد داری؟ من حلقه ارفان حلقه ارفانی آها اه تو چی؟ خب من به شیخ عبالحسن نمیدونم قوچانی مثلا اون یکی نمیدونم من به فران این یکی به فران این یکی هم میگفت ما به گراس شیشه اعتقاد داریم خب هر کسی دنبال یه چیزی هست بعد اگه کسی دنبال یه چی نبود گفتم بابا اصلا ببوه اصلا چی نیست و یه جایی میری که بس و یه چهار تا چی بلد باشی یه بلد میری چرت پرتی بگو دیگه به هر حال فقط اداشو در بیار کافیه الان هم همینطوره شما تو جمع میشینی باید یه چیزی برای گفتن داشته باشی تو جامعه ایرانی هم بلد نیستی راجع به آب و هوا صحبت کن راجع به نمی گرونی و دلار و نرخ و اقتصاد و سیاست صحبت کن به حال یه چیزی بدونی به هر حال یه چیز بلدی دیگه به حال به راجع به آشپزی مدرن و نمیدونم راجع به نظافت پوست مو و راجع به رفتن و اینا به هر حال یه چیزی بلد باشه حالا زمانی که اومده بودن میدینن که اوکی تو اگه طرفدار افلاطون نباشی بعد توسط سقراط باشی سقراط نباشی توسط بقرات باش اون نباش توسط یکی طرفدار یکی باش یا مشتهد تو کیه بدون مشتهد نباش حالا زمان عیسی هم داستان همینه دنبال یکی باش الان هم همینه حالا پس برای یه راوی خیلی مهم بود که دائم تست کنه چاگرد باشه کسی که دنبال من افتادن جز کدام گروه هستن گفتم چهار گروه هستن بودن دنبال عیسی میافتادن یه عده دنبال نونو ماهی بودن یه دم کنچکا بودن یه دم اونو به عنوان شخص روحانی قبولش میکردن یه دم واقعا تصمیم گرفته نه این یه رابی من خواهم شاگردیشو بکنم که گفتم راجب گروه چهارا ما شروع کردیم به بحث کردن به اینجا رسیدیم حالا داستان اینجا شروع میشه میرسیم به در واقع به ایمان شاگرد که این ایمان رو در واقع اون رابی انتقال میداد به مردم یا تو گفته ها یا تو کوچه بازار یا رو هایی که میکرد در واقع مردم میشنیدن میدیدن او که با قلب اونها با نفس اونها با همه چیزای اونها خوشاینده یه عده دنبالش میرفتن یه عده دنبالش نمیرفتن یه جایی کالا بود دیگه یه عده خوششون میامد یه عده خوششون نمیامد مثلا وقتی یحیی صحبت میکرد اونهایی که دالبه طالب قدوسیت بودن دنبال یحیی میرفتن ولی بقیه نمیرفتن چون براشون خوشایند نبود حرفای عیسی هم یه جورایی برای یه عده خوشایند بود برای یه عده خوشایند نبود امروز هم به هر حال میکنی یه عده برای بعضیا مثلا حرف من قشنگ برای یه عده خوششون نمیاد پس یه چیزی در تمام دنیا وجود داره تعجب نکنید که یکی امروز خوشش میاد فرد خوشش نمیاد این کاملا طبیعیه در دنیا بخاطر اینکه من چون میدونم ناراحت نمیشم میگم او که هر دوست داره مثل تلویزیون امروز نمیکنه کانال عوض میکنه خب حالا کانال عوض میکنه کلیسا عوض میکنه اون عوض نمیکنه آدمه یکی عوض میکنه پس این مشکلی نداره منم هم کسی نیستیم که بخوام بگم حتما باید از بقالی ما کسی خرید بکنه یا بقول معروف دنیا آزاده که خودش یه نوع انتخابی رو بکن حالا زمان مسیح که میرسیم خب صحبت از این میکنه که مسیح به شاگردانش میگه که مردم من چی میدونن داستان و اینجا شروع میشه خب خیلی جالبه چی میگن؟ بعضی میگن که تو الیاس خب پس در واقع انگار اونهایی که دنبال الیاس بودن فکر الیاس رو پیدا کردیم دیگه یه پیامبره مثل موسا چون که توش تصنیه گفته بود که از میان شما بر نبی همچون برادران شما همچون موسا میاد پس ای اونه خب پس یه ده اینطوری براشون خوشایند بود از عیسی. الان نگاه کنید عیسی برای بعضی یا معلمه ایسا برای بعضی یا جمعی میدونم یه شخصی معلم اخلاقه یه عده حضرت یه ده یا آدم سیاسی هر کسی یه برداشتی از عیسی داره جانم الان بحث الان نیست بهش میرسیم پس سوال اینجا مطرح میشه که خب ای طبق باورهای مختلف هولوحش عیسی جمع شده وقتی میگه مردم مرا کی میدانن دو تا دیدگاه یکی که تو مردم من چطور شناخته شدم یکی که مردمی که دنبال من هستم شما داخلشون میشنوی اعضای کلیسا منو کی میدونن میگه راستش سر میز ما یکی میگه تو اینی سر اون میزه میگه تو, تو اینی سر این میزه میگه اینی سر این میزه همش تو یک کلیسا هم. پس مسیح فقط مردم کوچه بازار نمیگفت میگه کسایی که دارن میان دنبال من و شما بینشون هستید اینها منو چی میشنوه شما دقیقا الان همین دیگه میگن آره سر میز ما اینه میگن سر میز اون میگه سر میز میگه میگه اوکی حالا اینو ولش میکنم شما که دنبال من هستید منو کی میدونید سال اصلی بود که هر رابی از شاگرداش باید به یه جایی میپرسید مثلا برای خود یحیی شاگرداش خیلی مطمئن میدونستن این صدای ندا کننده در بیابان اشیا چهله پس ما هم صدای او هستیم در بیابان پس ما داریم با همسو با رابیمون این کار رو انجام میدیم حالا برای ایسان چرا مسیح دائم بهشون میگه اگه به من ایمان داشته باشی بعد مثل من باشی چون که یحیی شاگرداش دقیقا مثل خودش بودن اونها هم صدای ندا کننده در بیابان بودن حالا برای مسیح هم میگه میگه آره یده میگن این یده میگن میگه اما خب میگه شما, شما من منو چی میخونید همه ساکت میمونن می چرا چون که همه قبول داشتن هر کس مثلا عیسی یکی عیسی براش فیض زندگی چراش که تمام زندگیش دنبال فیض بوده ندیده تو خانواده الان عیسی واقعاش براش فیضه. یه عده مثلا فقط دنبال قدوسیت عیسی هستن یه عده فقط دنبال عیسی به ما یه ما، نونی مایی بده یه عده عیسی برای من اینه یه عده عیسی برای من اونه مخلوطی از همه اینها دنبال عیسی ولی تو همه اینها میگه باز پتروس با همه اینها یه جمله‌ای میگه که جملهش خیلی واضحه میگه تو هستی مس شده خدا پس به جوی مسیحا یا ماشیخ هستی اما نه اون ماشیایی که همه منتظرش هم مثل داوود بیاد یه انقلاب بکنه اینم البته یه آن اینطوری بودا بعدش دوباره رفت تو همون خط فکری نه اون که پسر داوود میاد میکشه می و امپراتوری رو عوض میکنه پسر خدا نه به عنوان اون ماشیایی که از داوود میاد به این شکل پسر خدای های. و بعد به چی میگه میگه این رو جسم خون بر تو آشکار حالا جسم خون یعنی چی یعنی چی که بقیه که اینطور فکر میکنن دنبال اینا هستید خب این از اینجا بیرون چون که تنها چیزی که همه نمیگن این جمله است همه دنبال جسم و پادشاهی و دست چپ و دست راست و حکومت و تیتل و مقام و جایگاه و ارزش و اینها بودن تو تنها کسی که گفتی اون ماشیه پسر خدا اون کسی که در واقع از یه داستانی دیگه ورای این زمین میاد میگه بگو جسم خون بر تو آشکار نکرد یعنی چیزی که تو جامعه اسرائیل بهش باور دارن تو از اینجا اینو نگرفتی خدای یه ای به تو داد پس برای عیسی اینکه ما به چی ایمان داریم چون که مطابق ایمان زندگی میکنیم نگاه کن وقتی تو باورت اینه که مسیح خب هستش که فقط به من رزق روزی بده تا زمان رزق روزی میده هستش رزق روزی نده رشنونگ بیاد مسیح نیستش شاگردان یحیی می می بی... می می رو میگفتن یحیوی میدونی که هم میگم به حال پیچیده یحیوی میگفتن شاگردان عیسی رو میگفتن عیسوی دیگه مال موسی رو میگفتن سید حسین موسوی هر اعتقادی رو یعنی پیروان اون اعتقاد میگفتن حالا برای اینکه یکی نفر یحیوی میشد یه اعتقادنامه وجود داشت که این اعتقادنامه باور یحیا بود برای یه نفر که بخواست موسوی بشه در واقع یهودی میشد یه اعتقادنامه ای داشت که این اعتقادنامه از موسی اومده بود برای کسی که میخواست مسیحی بشه یا عیسوی بخواد بخواد بشه به قول افغانا میگه عیسوی یه اعتقادنامه وجود داشت که با این اعتقادنامه رو میپذیرفت حالا برگردیم به اعتقادنامه یهودی که اینا یهودی بودن پس همه اعتقادنامه رو قبلا داشتن یعنی هر یهودی به یه سن بلوغ که میرسه در یک مراسمی باید این اعترافنامه یهودی رو اعلام میکرد اینجا شخص رسما به عنوان یهودی پذیرفته میشد بقول قول مرمون مثل جشن تکلیف بود براشون که این مراسم جشن تکلیف و براشون انجام میشد و اعلام میکردن اون موقع به عنوان یهودی رسما وارد خب اعتقاد یهودی میتونستن باشن درسته یهودی زاده هم بودن اما بدون اعتقاد قبول نمیشد حالا ایمان یه شاگرد یهودی چی بود؟ تو فرهنگ یهود شاگردی که میخواست تو مکتب شریعت تحت نظارت رابی وارد بشه یه رابی رو انتخاب کنه باید این اصول که مشترک برای تمام یهودی مثل ایمان مسیحی که برای تمامی کاتولیک ها و ارتودکس ها و همه یکیه اون بابر ایمان مسیحی یکیه برای یهودی هم همینه حالا میخوام پیروان نمیدونم فریسی ها بودن این بودن هر چی بودن این پایه برای همش مشترک بود اول برای یهودی میشدن برای یهودی شدن داستان ای بود که باید اعتراف میکردن قبل از اینکه یهودی بشن باید اعتراف میکردن الان هم همینطوره معمولا خیلی سخت میگیره یه نفر یهودی بشه ولی اگه قرار یهودی بشه باید این اعتراف رو بخونه اون موقع به هر حال بعضی فرقای یهودی میگن هیچ کس خارج از یهود نمیتونه یهودی بشه بعضی از های یهود میگن چرا میشه به شرط اینکه هم ثابت کنه و باور کنه و این اعتقادنامه رو بخونه حالا اولین اعتقادی که در واقع یه یهودی باید اعتراف میکرد این بود ایمان دارم که یهوه خدای واحد خدای یگان است این اولین چیزی که هست چیه؟ اولین حکم ده فرمانه دومی چیز ایمان دارم که یهوه خالق آسمان و زمینه و در همه جا حاضر بر همه چیز نظارت داره اینم باز جزء ده فرمانه ایمان دارم که خداوند جسم شکل و صورت مادی ندارد دور از بود پرستی اینم جزء ده فرمانه جالب راجع به ده فرمان به شما بگم ده فرمان دو تا له داشت خب روی لوحش چهار تا حکم بود روی لوحش شش تا حکم بود روی اون که چهار تا بود مال خدا بود اون شش تا مال انسان ها بود روابط انسان ها با هم دیگه بود حالا اولی چیزی که داره میگه راجب اون چهار لوح داره صحبت میکنه لوحی که روش چهار تا حکم بیشتر نیست پنج تا پنج تا نیست شاید تو بعضی عکس ها میبینید که پنج تا تو دومی هم پنج تاش میشه ده فرمان ولی همچی چیزی نیست روی که چهار تا بود که راجب حکم راجب خداست ما بقیش در واقع یه جوری بار انسان ها و رابطه انسان ها با خودی یا انسان ها به نوعی با همدیگه است که خدا جسم و صورت مادی نداره دور از هر گونه بت پرستی بعد ایمان دارم که بجز خداوند نباید موجود دیگری را پرستش کرد یعنی پرستش تنها شایسته خداست همین ها تو حکم اول و دومه داره اینا رو باز میکنه جزء اعتقاد نامه بعد من ایمان دارم که خداوند از افکار درونی انسان ها اطلاع داره میگه خدا نهان بینه اینو ما تو حد قبول داریم میگه خدا فقط دلها رو میدونه من ایمان دارم که بعد اینجا که تموم میشه ایمان دارم که نبوت موسی حقیقت محضه یعنی پیام موسی پیغام الهیه پس خدا تمامشو دار سراغ موسی چون خدا و موسی جایگاه ارزشی برای یهودیت خیلی مهم داشت حرف موسی حرف خدا حرف خدا حرف موسی بود کفر به موسی کفر به خدا بود کفر به خدا کفر به, به موسی بود بعد میگه ایمان دارم که موسی از بزرگترین پیامبران خداست حقانیت رسالت موسی رو میگو ایمان دارم که خداوند بود که تورات رو به موسی عطا کرد پس موسی از خودش چیزی نیاورد بلکه از خدا گرفته بود که خیلی از چیزهایی که قرآن برمیداره از این نوع اعتقاد یهودی برداشت آورد تو قرآن یعنی محمد از اینجا برداشت بعد فقط شد محمد متا موسی رو گفت بعد سراغ عیسی اومد گفت بعد گفت حالا منم هم دقیقا همین اعتقاد دارم که این یکیه این 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 همه اینها رو از اینجا برداشت آورد یعنی طرف خیلی زبله تغییر بعد میگه من نه میگه من ایمان دارم که تورات ما هرگز تغییر نخواهد کرد و چیزی جایگزین آن نخواهد شد رجوع حقانیت تورات صحبت میکنه ده من ایمان دارم که خداوند به نیکان پاداش میده و بدان را مجازات میکنه به داوریه یازده که این خیلی مهم بود برای یهودی یه من ایمان دارم که ماشیه محود ظهور خواهد کرد یه یهودی باید این اعتراف میکرد حالا اسلام اومد چی گفت من ایمان دارم که صاحب زمان خواهد اومد مردم وقتی مسیحیت رو میخونه یه مقدار تورات میفهمن تازه میفهمن اسلام از کجا اومده دوازده من ایمان دارم که مردگان روزی زنده خواهند شد که راجب رستاخیزه، این باور یهودیه پس این دوازده تا بود اما یه بندی بعدا اضافه شد چون دوازده تا بند بود شد بند سیزدهم. خب این کی شد زمانی که در واقع خدا گفت این را به یاد من همیشه به عنوان یه جشن و یه خاطره به یاد بیارید و اون اینه که یهوه سبایوت بود که ما را از دست فرعون نجات داد و دریا را برای ما گشود تا راهایی پیدا بکنیم حالا مسیح تمام ایمان یهودی را به نحوی در تعالیم خودش داشت راجب خدا راجب یگانگی راجب تمام اینها راجب موسا من نیامده تورات رو باطل کنم من نیامده سخنان موسی رو حذف بکنم من نیامده این کار بکنم تمام چیزها رو به نوعی داشت فقط چیزی که گفت من اون بندی هستم که شما منتظرش بودید ماشیه با به خاطر پتروس میاد تو روز پنتیکاس از نبابت های عهد عتیق صحبت میکنه که ماشیه معود که شما باور دارید و ظهور میکنه این همون عیسیه که خدا او رو فرستاد و شما کشیدش و بعد از سه روز زنده شد. و بعد میگه سه نفر ایمان میارن و تعمید میگیرن تو اعمال رسولان. پس چیزی که اینجا داره صحبت میکنه مسیح حالا میاد اصول و پایه ایمان خودش رو اینطوری تعریف میکنه. پس متوجه شدیم برای اینکه یه نفر یهودی بشه برمانه یه شاگرد رابی باید اینها رو میدونست تازه میشد یهودی حالا مسیح هم با همین طرز فکر میاد اعتقاد میگه او که مردم منو کی میدونن فلان و فلان و فلان او که شما که دنبال من را افتادید کی میدونید میگه فلان حالا مسیح هم میخواد راجع به ایمان به شاگردای خودش صحبت بود که امروز پایه اساس ماست برای ایمان مسیحی ما اجازه نداریم هر جور دلمون میخواد ایمان بیاریم به عیسی مسیح حالا مسیح اصول پایه خودش اینطوری تعریف میکنه که اون پسر خداست که جس پوشیده اومده تا به جهت گناهان جهان قربانی بشه بعد از سه روز زنده, زنده میشه به دست راست خدای پدر خواهد برگشت موعود پسر پدر خود یعنی روح رو که روح راستیه رو خواهد فرستاد تا همیشه با ما بماند و پولس داره میگه عیسی کیه مرگش قیامش دست راست و روح القدس این پایه ایمان مسیحیه حالا بعضی مواقع میگیم که خب این شاگردان ایسا یا مسیح یا چرا اینقدر فرقه وجود داره ما از کجا بدینیم که یه تعلیم غلطه یا تعلیم غلط نیست بعضی مواقع من میبینم حالا تو کلیسا یا کلیسا های جاهای مختلف یا بعضی شروع میکنن به حرف زدن متاسفم بگم بعضی مواقع نمیدونم آدم فکر میکنه یه نفر رفت تلویزیون مثلا پروفسوره نمیدونم چرا البته خب یه قدرت تلویزیونه دیگه میدونی که کلا تلویزیون تو اینترنته خب کلی دروغ تو اینترنت ولی تو اینترنت باشه مردم میخرن مردم باور میکنن اما همین عادی بگی قبول از تلویزیون هر دروغی باور میشه اما حقیقت به زبان معمولی قبول نیست شما تو خیابون بگی باور نمیکنه اگه همین تو تلویزیون بگی تاثیر خودش رو میده چون کلا قدرت زیادی داره تلویزیون رادیو به هر حال تبلیغات قدرت زیادی داره این متاسفانه نمیشه ازش چشم پوشی کرد این هم خوبه هم بده فلانی مثلا اینه گفت خب گفت که گفت خدا رو شوی به هر حال کلام خدا رو چک بکن ببین با کلام خدا مطابقت داره یا نداره و بعضی مواقع صحبت سر اینه که این این تعلیم غلطه خواهش میکنم وقتی میخواید داجبه جمله صحبت کنید از این اصطلاح استفاده نکنید حداقل اینو که من به شما یاد میدم و خوب یاد بگیرید که حداقل زمانی که میخواید حرف بزنید با یک نفر اختلاف نظر دارید از نوع حرف زدن بفهمه آقا یارو یه, یه چی بلده حداقل شبانش هیچ بهش یاد داده حداقل خودش صاحب نظر میدونه اصول تعلیم درست غلط و بلده دهانت باز کنی من میتونم فهم کسی که تو تلویزیون اصلا این خودش چی بلد نیست فقط سواد داره چون که تعلیم غلط میدونی یعنی چی مثلا میگی که عیسی مسیح گفته که آره مثلا ما باید دقیق بدیم یا دقیق ندیم آقا تعلیم غلطه اجازه ندیم راجب این جمله استفاده کنیم برای اینا راجب این که مثلا مسیح کی میاد گفتن فلان موقع میاد نه این تعلیم غلطه اصلا نباید این جمله رو بگین تو زمانی میتونی بگی این تعلیم غلطه خب که چند تا اصل رو بشکنه در غیر این صورت به تعلیم غلط مستقیم نمیتونی حرف بزنی مثلا آقا نجات از دست میره بله آقا این تعلیم غلطه نه یا از دست نمیره اون یکی میگه تعلیم غلطه اینم نه چیزی که به حقانیت عیسی که اون کیه به مرگ عیسی که مرد یا نمرد اسلام مثلا وقتی میگه عیسی نمرد این تعلیم غلطه چیزی که راجب خود عیسی نه به چیزهای دیگه آقا ما پرستش اینطوری بکنیم اونطوری بکنیم آقا این غلطه آقا تو کلیسا رقصینن غلطه اوکی اونم میگه تو کلیسا چی میگن آ همین که میگن اینم غلطه این نباید این جمله غلط رو استفاده کنیم برای این نوع تو کتاب مقدس خب یه جایی به هم میگه احترام یه جو میگه شادی کن یه عده طرفدار شادی هن، یه عده طرفدار قسمت دی دیگه هستن پس اینا نبارن ما با درست غلط اینکه عیسی کیه یعنی ذاتش الوهیتش پسر خدا بودنش مرگش قیامش و چی باعث نجات تو میشه اعمال نیست بلکه ایمانه اگر تو عوض کنی بگی نه ایمان نیست که نجات میده اعماله این میشه غلط عیسی نمرد این میشه غلط یا عیسی زنده نشد یا غلط یا عیسی مرد زنده نشد میشه غلط یا عیسی پسر خدا نبود این میشه غلط عیسی خداوندی نداشت این میشه غلط متوجه شدید اون چیزی که سر عیسی هست حتی کلیسایی که مثلا راجب روح القدس حرف نمیزنه این غلط نیست این اینطوری داره زندگی میکنه ولی نجات هم داره چون عیسی رو داره حالا روح القدس استفاده نمیکنه نکنه عطایا رو قبول نداره نداره زبان ها رو قبول نداره نداره ولی نجات داره این غلط نیست اگر کسی ایسا رو برد زیر سال اون موقع میتونی بگی غلطه به ما بقیش دست نزنه متوجه دی وقتی صحبتت غلط میکنید نشون میده که خودت غلط داری فکر میکنی خودت بلد نیستی هر چیزی که به ایسا مربوط غلط و درستش معلوم میشه ما بقیش رو که رول قدوس آقا رول قدوس کی میاد یکی میگه آقا زمانی که ایمان میاری میگه نه یکی یکی میگه زمانی که تعمید میاری میگه نه یکی میگه نه و تعمید رول خب همش هیچ کدوم همش این تعلیم غلط نیست در هر صورت روح میاد حالا موقع تعمید میاد موقع توبه میاد موقع نمیدونه تعمید روح م... میاد حالا یه کی میاد زیاد فرقی تعلیم غلط نمیکنه چون یه جایی میگه یارو موقع تعمید روح القدس اومد یه جایی میگه یارو توبه کرد ایمان روح القدس اومد یه جایی میگه موقع تعمید روح القدس اومد سه تاش تو کتاب مقدس تعلیم غلط نیست چون که هر آدمی یه جور تجربه میکنه ولی عیسی نیست که هر جوری ما تجربهش کنیم عیسی ثابته مرگ ثابته اینطور نیست که مثلا من باور کنم حالا مرد یا نمرد زنده شد یا زنده نشد سه روز بود یا چهار روز بود این تعلیم غلط و ثابت رو تعیین میکنه فقط عیسی متوجه شدی عیسی شخصیت عیسی مرگ عیسی و چی که راجع به خود عیسی و شخص عیسی حتی عطایا هم نیست اینه که مشخص میکنه چی درسته چی غلطه چه تعلیمی درسته چه تعلیمی غلط مثلا شاهدن یابا میگن آقا عیسی مثلا خداوندی عیسی رد میکنه خب این فرق غلطه تعلیم غلطه بدعته یا مثلا اسلامی راجع به عیسی میگه عیسی کرد معجزه کرد زنده کرد همه کرد اما نمرد غلطه متوجه شدید این تعلیم میشه غلط یا نه عیسی معجزه کرد همه کار کرد فلان ولی مرد زنده نشد نمیشه؟ غلطه پس بعد حواسمون باشه هر چی که به ایسا مربوطه تو میتونی راجبش دقت کنی و بعد بگی درسته یا غلط ما بغیر ساده غلط جو درست نگو ها؟ پس حواسمون باشه که اینطوری بدعت میاد بدعت از ایسا به بعد میاد به همین دلیل تمام کلیساها ها پنتیکاسی کاریزماتیک بابتیس انجیلی همه همینو قبول دارن که ایسا کیه حال یکی رول قدس به یک شکل یکی به شکل دیگه یکی پرستشش اینطوری یکی ای اونطوری اصلا هیچ کدومش تو نجات هیچ تأثیری هر که به نجات مربوطه تعلیم و غلط میکنه یا درست میکنه ما بقیه چیزا تو نجات تو تأخیری نداره او رول مال زمان رسولان نه مال رسولان ولی تو رو به جهنم نمیفرسته باور تو به اینکه روح القدس مال زمان رسولان بود، آیات و معجزات مال زمان رسولان بود، تو رو به جهنم نمیفسه چون که نجات تو بر اساس ایمان به مسیحه فقط تو خب خب طبیعتا از قدرت رول استفاده نمی کنی از استفاده نمی‌کنی، کنی عطای طبیعی نداری قدرت های ماور رو نداری ولی نجات نجاتو داری خب محروم میکنی خودتو ولی این به این معنی نیست که تو مسیحی نیستی و نجات هم نداری زمین خودتو محدود کردی متوجه چی رو میگم حالا چیزی که داره اتفاق میفته آیا تمام ملکوت زردالوه یا خرمالوه این همه یا رو داده فقط داره وای حالا یکی هم هست میگه نه این هست اینم هست با قسمت های دیگه هم داره میخوام برم تای باغم ببینم میخوام چیزهای اون اول هست که من ندیدم میخوام برم اون تای باغ ببینم تای باغ چه خبره میوه های زمینی میوه های هوایی میوه های پیوندی همه نو میخوام داشته باشم ایماندارم همینه ایده کمی هستن که بخوان تمام باغ و ملکوت خدا رو برن طی بکنن ببینن تمام چیزها رو بردارن و از همش داشته باشن بعضی به همون درخت اول گیرن تا به ملکوت آسمان بهترین مثالی که میتونم بزنم به همین دلیل بعضی مواقع یه مقدار باید باز باشیم و کراچه میوه که تو تجربه نکردی اگه دیدی با چارچوب کتاب مقدس آه جور میاد اما تو تجربهش نکردی یا تو برات باز نشده خب سریع رد نکن مجبورم نیستی سری بپذیری اوکی خدا شد حد می‌بینم میبینم در تو یه میوه خوبی داره به بار میاره حالا من میفهممش نمیفهممش موضوع هم اصلا ایسا هم نیستا خب موضوع هم اصلا ایسا... نیست تموم شدم کلیسا مختلف اینطوری ایمان دارم مختلف هم تو کلیسای خود هم اینطوره بعضی ها دنبال میوه جهنم مثلا دنبال مثلا ببیند چه خبره بعضی دائم دنبال بهشتن بعضی میگن آقا بهشت و جهنم چه خبر ببین رو زمین و چه خبره بعضی فقط رو زمینن آسمانو ول میکنن بعضی هم زمین و آسمانو هم میدوزن آسمون ری ریسمون میکنن هر کسی یه جوره دیگه پس می سلیقه ای هم یه جوری هست این رابطه به کتاب مقدس نداره که این کتاب مقدس سلیقه ایه نگاه من و تو به کتاب مقدس سلیقه ایه به خاطر این پولس ای چه میگه اوکی چیزی که من میگم برای من باز شده برای تو باز نشده اوکی من دعا میکنم برای تو هم باز بشه ولی ما با هم مشکلی نداریم. نداریم.